شاهزاده اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمد رضا شاه آخرین شاه ایران پس از چند دهه زندگی در غربت در 96 سالگی درگذشت. خانم پهلوی در مونته کارلو شهر کوچکی در موناکو در اروپا چشم از جهان بست. شاهزاده اشرف پهلوی متولد 4 آبان ماه سال 1298 هجری شمسی در محله سنگلج تهران بود. او 5 ساعت پس از تولد برادرش محمد رضا به دنیا آمد. خانم پهلوی پیش از انقلاب سال 1357 از ایران به آمریکا رفت. او خاطرات خود را در کتابی با عنوان چهره‌ها در آینه منتشر کرده است. در گفتگو با مسعود بهنود روزنامه‌نگاری که بخشی از کتابش با عنوان این سه زن به معرفی شاهزاده اشرف پهلوی اختصاص دارد، درباره خانم پهلوی از او پرسیدیم. از آقای بهنود درباره تصویر بسیار تیره‌ای که از اشرف پهلوی در تاریخ معاصر ایران داده شده پرسیدیم. از نقش داشتن در قتل امیر مختار کریم پور شیرازی گرفته تا دست داشتن در کودتای 28 مرداد و ارتباط با شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر. از مسعود بهنود پرسیدیم که این تصاویر تا چه حد درست و دقیق است؟ ما تقریبا میشه گفتش که نسبت به هیچ شخصیت حتی آرام تاریخ هم اینطوری نیستش که یک نظر قاطعی داده باشیم. بیشتر نظراتی که داده میشه با نوعی توهم یا اغراق همراه هستش. فکر میکنم در مورد اشرف پهلوی هم جز این نیستش. او یک مجموعه ای از خصلت‌های مختلف بود تا اونجا که من میدونم که بعضیاش حتما از دید عمومی منفیه، مثل تأثیری که در کودتای 28 مرداد داشته. بعضیاش از نظر سیاسی نمیتونه منفی باشه، مثل ملاقاتی که با استالین کرد در موقع گرفتاری حضور ارتش سرخ در ایران. ژوئیه روزنامه‌های اتحاد شوروی اطلاع دادند که 20 ژوئیه رئیس شورای وزیران اتحاد شوروی یوسیف ویسریونویچ استالین بالاحضرت شاه دخت اشرف پهلوی را به حضور پذیرفتند. هنگام پذیرایی وزیر امور خارجه اتحاد شوروی ویچسلاف میخایلویچ مولوتوف حضور داشتند. روز دیگر حکم اعطای نشان پرچم سرخ کارد به بالاحضرت شاه دخت اشرف پهلوی انتشار یافت. شاه دخت اشرف پهلوی و همراهانش در کرم نزد رئیس هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی شبر بود. فرمان هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی به بالاحضرت شاه دخت اشرف پهلوی به ازای خدمات برجسته‌شان در پیشرفت کارهای اجتماعی در ایران برای جمع‌آوری اعانه به نفع کودکان یتیم اتحاد شوروی که والدینشان در وقت جنگ با آلمان تلف شده بودند نشان پرچم سرخ کار اعطا گردید. بعضی چیزاش براش دلیل و مدرکی من ندیدم، مثل مسئله مواد مخدر. در مورد مسئله مثلا فرض کنید کریم پور شیرازی، حضور و تأثیر او در ماجرای ضدیت با دولت مصدق قطعی است، ولی در مورد اینکه به طور مشخص او بوده است که باعث اعدام یا کشته شدن کریم پور شیرازی شده، من سند مستندی ندیدم. شاهزاده اشرف پهلوی در این حال حضور فعالی هم در عرصه فعالیت‌های مدنی و دیپلماتیک داشت، از جمله مدیریت جمعیت زنان ایران، جمعیت زنان صلح‌جو، سازمان زنان، عضویت در کمیسیون مقام زن وابسته به سازمان ملل متحد، کمیسیون مبارزه با بی‌سوادی و کمیته ایرانی حقوق بشر و هیئت نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. از مسعود بهنود درباره این بخش از فعالیت‌های خانم پهلوی هم پرسیدیم. نه، به نظرم این عامل اصلی نیستش. به هر حال او کسی است که از روز 25 شهریور 1320، یعنی در اولین روزی که پدرش مستعفی شد و اولین روزی که برادر دوقلوش پادشاه شد، تصمیم گرفت که تمرد کنه، هم در مقابل پدرش هم در مورد
فشار ماموران سفارت بریتانیا و برگرده به تهران، چرا که او و برادر کوچکترش علیرضا احساس میکردن محمد رضا شاه ضعیفه و ارثیه پدر از دست میده. از این لحظه به بعد اگر این توهم که خودش هم میگه، این رو خودش گفته است در نواری که از او دارم هم به تصریح گفته است، حتی جمله داره، شاید اونو بتونم برای شما نقل کنم، اون که وقتی که بهش گفتم که شما به عنوان مبارز و اینا هستید، گفتش که روزگار من این کارو کرد، من اینطوری نبودم، ولی من از اول ناچار شدم که با پدرم و با خانوادم بجنگم بر سر حقوقم، به خاطر اینکه من ندیده میگرفتن. و حتی یه جایی گفته است که یک سیلی پدرم به گوشم زد که هنوز صداش تو گوشمه و گفته به هیچ کس دیگه از فرزندان سیلی نزد. به هر حال او با یه همچین مشخصه، یعنی یک مشخصه شورشی، بر خودش فرض دونست که بیاد و ضعفایی که احتمالاً تصور میکرد برادر دوقلوش داره اینو بپوشونه. طبیعی است که جامعه از اون پس، یعنی از بعد از، به خصوص بعد از حوادث ملی کردن صنعت نفت، پشت هر حادثه‌ای که در ایران به وجود اومد او رو دید. کوششش همونطور که شما برشمردید برای مسائل زنان یا مسائل دیگه‌ای که به وجود آورد یا چهره بین‌المللی ایران، کوششی بودش که بسیار مؤثر بود، به خصوص در مورد زنان میتونم بگم خیلی مؤثر بود. و نه، تصور نمی‌کنم این واکنش جامعه پدرسالار بود، در مقابل بسیاری هم خب این حرکاتو میپسندن. نه، او صدمه این رو خورد که به عنوان مقتدرترین و مطابق بعضی از منابع فاسدترین، تندخوترین چهره خانواده پهلوی خودش رو جا انداخت. مسعود بهنود در همین گفتگو اشرف پهلوی را زنی جسور و بسیار صریح و رکگو توصیف میکند. ببینید، نگاه من به ایشون، حالا با تجربه کمی که داشتم، ولی از اولین لحظه که دیدمش من یک آدم متفاوتی رو دیدم، بسیار با اعتماد به نفس و بسیار جسور، یعنی تقریبا به نظر می رسید که از هیچ چی نمی ترسه و حرفشو خیلی صریح و رک می زنه و برای خبرنگار خیلی جالب بود چنین شخصیتی. و یک بار که در وسط حرف من از دهانم پرید و گفتم که شما مردانه ایستادید، گفت شماها هر وقت بخواین خیلی محکم بایستید زنان است. یعنی به این ترتیب میخوام بگم که خیلی در وجودش دفاع از حقوق و تساوی امور زنان بود. ضمن آشنایی با آثار تاریخی و جالب توجه مذکور و اطراف پایتخت، والا حضرت شاهدخت عازم آرخانگلسکی شدند. آرخانگلسکی یکی از نقاط باصفای ایالت مسکو است که در آنجا از قدیم خانه‌ها و عمارات زیبایی باقی مانده است. این کاخ در قرن 18 هم از روی طرح معمار فرانسوی به سبک لویی 16 هم ساخته شده. شیرها و مجسمه های دوره آنتیک پله های پارک را مزین نموده. هنگام اقامت خود در مسکو، در یکی از ییلاق های اطراف پایتخت شوروی منزل داشتند. این کاخ در قرن 18 هم از روی طرح معمار فرانسوی به سبک لویی 16 هم ساخته شده. رسام‌های مشهور شوروی الکساندر گراسیموف و پیوتر کانچالوفسکی مشهور کشیدن تصویر والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی می باشند. که در آنجا از قدیم خانه‌ها و عمارات زیبایی باقی مانده است. این کاخ در قرن 18 هم از روی طرح معمار فرانسوی به سبک لویی 16 هم ساخته شده. شاید هیچ بانوی در ایران به اندازه اشرف پهلوی جنجال ساز، جنجال آفرین و مورد حمله و بدنام شده نبود. طبیعتا
شاهزادگان اونم از جنس زنان و دختر و شاه دختر معمولا سر و صدای زیادی دورشون هست، ولی این سر و صدای شاه دختر اشرف تا پایان عمرش باهاش بود، یعنی فقط در روزگار جوانی نبود. یه زمانی بود که میگفتن به خاطر خواهر توامان بودن و قدرت روحی که داره بر شاه فرمان میرانه. یادداشت‌های علم نشان داد که پادشاه ایران در چه مواردی چقدر از ایشون آزرده بوده و چند جا که به شدت جلوی ایشون میسته و به خصوص در موقعی که ایشون رئیس هیئت نمایندگی ایران رو در سازمان ملل در مجمع عمومی داشته. بنابراین میخوام بگم بین برادر و خواهر توامان نیز اختلافات شدیدی بر سر چگونگی اداره کشور بوده. والاحضرت اشرف اعتقاد به خشونت و تندروی داشت و اینکه در برابر مخالفان باید کوبید و ایستاد. بعد از انقلاب ایشون چند سازمان اپوزیسیون رو کمک کرد در اون حدی که براش امکان داشت و از چند سال پیش هم که عملاً به علت بیماری در گوشه افتاده بود و کاری نمیتونست بکنه. به هر حال پرونده بانوی پر سر و صدا بسته شد. در دوران پادشاهی محمد رضا شاه چند بانو نام‌آور شدند. فرخرو پارسا که رژیم اعدامشون کرد، یکی از اون زنانی که در جنبش و نهضت زنان نقش اساسی داشتند. زنده یاد شوکت ملک جهانبانی که رژیم بدرفتاری باش کرد، بانوی که هزاران انسان رو آموزش داد، و خانم هاجر تربیت و مریم فیروز همسر آقای کیانوری و همینطور اشرف پهلوی و ایران تیمورتاش. اینا زنانی بودن که چارچوب های بسته رو اومدن بیرون. خانم اشرف پهلوی، شاهدخت اشرف پهلوی، مثل هر کسی که در عرصه سیاسی فعالیت میکنه و حضور داره بدون تردید داره معایب نیز هست در کنار محاسنی که داره. هر فرد یا برخی سراسر عیب هستن، برخی نسبت محاسنشون به مراتب بیشتر معایبشون. اینا مسائلی هست و موضوعاتی که همه بینندگان در جریان، من توضیح بیشتر نمیدم. اما همونطور هم که خود شما اشاره کردید، خود محمد رضا شاه پهلوی در خاطرات علم ما میبینیم که بسیار اون چه رو که جاه طلبی خواهر دوقلوی خودشون عنوان میکنن مورد نکوهش قرار میدن و نقش شاهدخت اشرف پهلوی در زمان همسری فوزیه با محمد رضا شاه پهلوی و همه اینا به کنار، یک پرسش من دارم. اون چی که علیه شاهدخت اشرف پهلوی گفته شد و از زبان برادر خود ایشون که پادشاه ایرانم بود بسیار شما شنیدیم، اما این وسعت و این همه مسائل و علیه شاهدخت اشرف پهلوی، آیا یکی این نبود که ایشون زنه؟ دو، خواستگاه این حرفا و این بسیاری از این صحبت علیه ایشون آیا روحانیتی نبود که مخالف حضور زنان در عرصه سیاسی بود؟ در این مورد جزئی بگیم، فقط روحانیت نبود، چپ ها هم بودن، مخالفان رژیم شاه هم بودن، ولی خود شاهدخت هم کارایی میکرد که باعث میشد راجب او بیشتر حرف بزنیم. ببین، ما چیزی راجب والاحضرت شمس نمیشنویم یا شاهدخت فاطمه. زندگی داشتن، به هر حال خواهرای شاه بودن، فعالیت های اجتماعی هم داشتن، ولی در مورد ایشون خیلی میشنویم که بعضا مدرک و دلیل هم داره، اون تصادف عجیب غریب در جنوب فرانسه یا مسائلی از این مورد. و به این ترتیب من میخوام بگم والاحضرت اشرف در واقع به شاه علارغم همه عشقش به برادرش لطمه زد و به هر حال حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را قلم و دفتری و دیوانی است. ایشون هم لابد حتما صفات خوبی هم داشته و کارهای خیریه خوبی هم کرده، نمونه های شما شنیدیم، ولی در مقابل به خاطر بعضی از عملکردهاش کسی بود که دائم مد نظر مردم و ورد زبان بود. هیچ وقت من دیدم مردم برای ملکه فرح اصلا یک کلمه حرف بزنن، یا برای ثریا یا حتی برای فوزیه یا برای شمس یا برای فاطمه، ولی در مورد ایشون حساسیت خیلی زیاد بود و پادشاه هم به این حساسیت آگاه بود. به همین دلیل بیشتر ترجیح میداد ایشون بیرون صحنه باشه،
یا اون درگیری در زمان ملی شدن نفت با زنده یاد دکتر مصدق و بعد خروج ایشون از ایران و بازگشت، همه به این والا حضرت چهره متفاوت داده. یک پریخان خانم صفوی دیگر، در واقع بانویی که مقتدرانه دوست داشت حکومت کنه، نه اینکه فقط خواهر پادشاه باشه. آقای نورزاده، صحبت چپ رو کردیم. ببینید، در هفته گذشته خانم هما ناطق هم در گذشت. بله. بانوی گرانقدری که در عرصه تحقیقات کارهای به اصطلاح ارزشمندی انجام داده، گذشت از اینکه ایشون در تاریخ مشروطه خب صاحب تحقیقاتی هستن. برای بینندگان من توضیح میدم، و همراه با آقای فریدون آدمیت و یا به طور مجرد، و کسی که محقق بوده در زمان تاریخ در مورد تاریخ مشروطیت و کاملا اشراف داشته چگونه از روح الله خمینی حمایت میکنه و همراهی میکنه در انقلاب، این جای سوال داشت. و شاید همین سوال بود که خانم هما ناطق رو کشون به جایی که بعد از انقلاب ابراز ندامت کرد، از راهی که در همراهی با انقلاب رفته بود. اما این یک بحثی است. من یک روز زمانی با خود خانم ناطق به طور کوتاه، خیلی خیلی کوتاه صحبت کردیم، ولی دیگه ادامه پیدا نکرد. ولی اون چه برای من شگفت انگیز بود این بود که در بیوگرافی ایشون این قسمت از زندگی نامه ایشون حذف شده بود. باز یک بانوی دیگه ایرانی که حق طبیعیش این که یک روزی از یه راهی حمایت میکنه، یک روزی ابراز ندامت مشرف بر آگاهی یا هرچه میکنه. و چرا این رو، این آیا به نظر شما سانسور نیست که ما نوع سانسور زندگی نامه یک چهره ارزشمند در زمینه تحقیقات و تاریخ معاصر ایران؟ آیه چالنگی، چه خوب شد این سوال شما مطرح کردیم. ببینید، ما ایرانی ها در همه سطوحمون، به ویژه در سطوح روشنفکری، مثل اینکه آر داریم اگه بیایم بگیم آقا ما اشتباه کردیم، بعد اگه رفیقمونم بگیم اشتباه کردم، به قول شما سرپوش میذاریم روش. نه، همه ما خطا کردیم. بعضیا بیشتر خطا کردن، بعضیا جنایت کردن، چون هزاران نفر دنبال خودشون کشاندن. من کار آقای دکتر سنجابی رو فقط خطا نمیدونم، حسادت، خطا، جاه طلبی بیش از اندازه و دشمنی و عداوت با دکتر بختیار، این خطا نیست. ممکنه مرحوم دکتر اردلان خطا کرده، ولی آقای سنجابی خطا نکرد، آقای دکتر ابراهیم یزدی خطا نکرد. اینا یه عده بودن. خانم دکتر هما ناطق خطا کرد و رسما و با شهامت بسیار. شما میدونید حتی جدایی ایشون از استاد بزرگوارم آقای دکتر پاکدامن یه مقدارش بر سر موضع‌گیری روی تشکیلات مجاهدین و مخالفان بود. یعنی خانم ناطق رسما شبی در پاریس اعلام کرد جلوی یه جمعی که ما خطا کردیم، بزرگترین آزادی ها رو در زمان شاه داشتیم، پشت پا بهش زدیم و اومدیم چادر سرمون کردیم. ایشون این آزادگی رو داشت. کسی که حذف میکنه اون بخش از زندگیشون رو، نه به حقیقت وفاداره، نه معنای عذرخواهی از ملت رو میدونه، نه معنای اینو میدونه که آدم در یه همچی کاری باید بیاد من همیشه آقای چالنگی بر این باورم در رو نباید بست، همیشه باید در رو باز گذاشت برای روشنفکری فعالی، مسئولی که در رژیم بوده میاد میگه آقا من خطا کردم. انسان میتونه خطا کنه، اشتباه بگه، اقرار کنه، خیلی ارزش این آدم میره بالا، خیلی جایگاهش بالا میره. در جوامع دموکراتیک وقتی کسی خطا میکنه در یه سطحی که حتی زمین ساز کشته شدن ادعی میشه، اون آدم حتی وقتی میاد خب بسیار معقول، حقش بوده هر عقیده‌ای که داشته، ولی دیگه بعد از اون یه ادعای رهبری جامعه رو کردن در جوامع دموکراتیک. اینجا در آمریکا الان مقدمات انتخابات هست، میرن مو رو از ماس میکشن که در گذشته چه کرد. نمیشه که مثلا آدم کشت، به کشتن داد، آمدن ابراز ندامت کردن. من خانم امامی ناطق گرامی رو نمیگم کلا، و بعد دوباره آمد و بعد
داعیه رهبری جامعه رو داشته که اتوبوس رو اگه دو بار آدم ببره تو دره دیگه صاحب گاراژ ماشین دست آدم نمیده.